سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، شما کار چیه؟ منو نشاخی دکتر، من پژمان جمشیدی ام. پژمان جمشیدی؟ نه متاسفانه، من فوتبالیستم، بازیکن تیم ملی بودم، پرسپولیس. روال کار ما روانشناسایی اینه که شما صحبت میکنی، از خودت میگی، من به حرفات گوش میکنم و سعی میکنم کمکت کنم. متوجه شدی؟ دکتر جونم بگو چی شده؟ من فکر میکنم دارم افسردگی میگیرم. ول کن دیگه پژمان، بابا نخواستنه دیگه، یه تیم دیگه واسه پیدا میکنیم، بیخیال شد دیگه. یعنی چی نشو؟ نشد دیگه، پیروز با مسعود قاسمی بستن. الان چه تیم مونده بعید؟ هیچی بابا، تموم شد. چی تموم شد؟ تموم شد دیگه، همه تیما بستن. سنگوان باف چی شد؟ از جوانانش بابا. تریات جیروف بود، چی بود اون چی؟ اون حل شد بابا، پول نداشتن کم آورد. شانس ما رو ببین، یعنی این فصل بدون تیم موندن؟ صفرش کنم اینو. گیتی تا اینو دید ناراحت شد، گفتم گیتی جان ناراحتی نداره، داماد ما پژمان جمشیدیه، یه مملکتی روش حساب میکنن، یه کار خلافی رو صفر کردن که واسه اون کاری نداره. هدیه من الان یه سال و نیمه دارم از جیب میخورم، 6 ماه دیگه هم همین روند ادامه داره، تیم ندارم، درآمد هم ندارم. جی یعنی قراره فقیر باشی؟ داغون کردی دختر؟ این چه طرز رانندگیه؟ 2,250,000 تومان. قیمت ها رفته بالا؟ همین آینه بغل ماشین شما، سال پیش میگرفتیم حدود 1 تومن، الان شده 2 خورده‌ای. آقا همه چی یهو با هم گرون شده. عجب. بله. ببخشید تو کارتتون موجودی به اندازه کافی نیست. رمزشو درست زدی؟ بله. من برم دست 3 بازیکنم دیوونه شدی؟ به جان شمشیر بره دست 3؟ اصلا صحبتش هم نکن، عمرن آقا کنسلش. جدی؟ کارخونه لبنیات؟ نه این که فکر کنین دوستش ندارم ها. خب خیلی هم دوستش دارم. آفرین. زندگیمو دوست دارم، بچه هامو دوست دارم، خانوادمو دوست دارم. من کارم تموم میشه یه راست مستقیم میرم خونه، هیچ جا نمیرم، رفیق باز نیستم. بله. اهل این برنامه ها نیستم. آفرین. اهل اون برنامه هم نیستم. اهل این برنامه هم که اصلا حرفشم نزنی یار. من در بس در اختیار خانواده هم، کلن مرد خانواده هم. آفرین آفرین. پس مشکل چیه بهرام جان؟ مشکل بگو عزیزم. همه چی آقای دکتر، از وقتی که مادرش فوت کرده، پدرش خونهشون رو اجاره داده، با پدر بزرگش اومدن خونه ما. بله. خب قدمش روی چشم بنده دامادشون هم وظیفمه، ماشالله خونه هم که بزرگ، اتاق زیاد داره، ولی میدونی آقای دکتر این خونواده یه خورده چی؟ چجوری بگم؟ بگو راحت باش. عجیبه. اون در طول روزی جوی در دست هست بهتر سره یار چقدر کانال عوض میکنی؟ بالاخره این تلویزیون رو خراب میکنی. سامان برو بابا جان درو باز کن، گرمه. نه درو برای چی باز کنم؟ من سردمه. من دارم از گرما میپزم. اول اینکه دمای بدنمون با هم نمیسازه، زمستونا گرمشونه، تابستونا سردشون، حتی بچه‌هام هم اینجوریان. یه خود اومدتر بازی کن عزیزم. تو سازمان بودم که بدونم با چی طرفم. این دیگه به خودت مربوطه، من نیستم. کاری کی ببخشید. فقط ازت میخوام به مالکیت شخصی اعتقاد ندارم. زیر پیراهنی من و زیر شلواری من. فقط ازت میخوام یه مدتی من خونم اختیار کنترل تلویزیونمو ندارم. مردی که کنترل تلویزیون خونش دستش نباشه چجور مردیه دکتر؟ زن بگیری دوباره. این سریال قشنگه. واقعیتش اینه که من بعضی وقتا نگران تربیت بچه هم میشم. به نظر من میرسه که تو از اون آدمایی هستی که در گرفتن حقشون مشکل دارن، درست نمیگم؟ نه آقای دکتر،
من از پس خودم برمیام. من فقط زیادی مؤدبم، به مردم زیاد احترام میذارم، از این اخلاق خودم من بدم میاد. مؤدب بودن که خوبه بهرام جان. بله خوبه آقای دکتر، ولی تا یه جایی دیگه. شما هم مجبور بشین پا برهنه تو خونه را برین مستند سوسکا رو نگاه کنین، خب از هرچی ادب و تربیت بدتون میاد دیگه. باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. حالا بگو چرا این مشکلاتی که داری رو با همسرت در میون نمیذاری؟ شاید اون بتونه یک کمی فضا رو برات راحت تر کنه. همسرم؟ آره همسرت. چی شده؟ خودش پروژه هست. سلام عزیزم، عجب ترافیکیه تو این شهر، زادم دیگه به هیچ کاری نمیرس. سلام. سلام. میراث فرهنگیمون داره از بین میره، ای تو نشستی داره مستند سوسک نگاه میکنی. خب چی کار باید بکنم؟ هیچی، بشه مستند سوسک نگاه کن تا میراث فرهنگیمون از بین بره. میدونی همین الان چه خبری شنیدم؟ چقدر وحشتناک بود، سیاه سپاه یه دونه پایش ترک برداشته. میفهمی یعنی چی؟ بله میفهمم. باور کن که نمیفهمی. میفهمم، خوبم میفهمم، خیلی هم از این بابت متاسفم. خیلی ممنونم که متاسفی، پاشو کمکم کن، باید سریع وسایلمو جمع کنم برم اصفهان. اصفهان؟ اصفهان برای چی؟ آره دیگه اصفهان بریم واسه این متروش یه فکری بکنیم، تصمیم گرفتیم با خانمای انجمن بریم چارزانو بشینیم جلوی ریل، بالاخره یه اتفاق میفته دیگه. بابا بگو سیناتو به من بده. بابا میگه بابا نه آخه بابا نه تو بازی کنه ساک توسیه منو ندیدی؟ بریم بازی. ساکتوسیه منو ندیدی؟ پریسا این کارا رو ول کن. ول کن یعنی چی؟ ول کن ول کن کردی، مقبره کوروش هم داشت میرفت زیر آب دیگه. تو آخرش هم یه بلایی سر خودت میاری. همین مقبره کوروش هم اگه من نبودم که به زور از آب بکشمت بیرون غرق شده بودی. بابا سابا این کارو نکرده بودی، در راه میراث فرهنگی بود، خیلی هم دوغ داشت میموندم. افتخارش میکنم به تمرگیمه. یعنی سوکه بشین، بیا اینجا بغل من بشین، یه رقم حرف نزنین، ساکت. پریسا، این سازمان میراث فرهنگی خودش یه ساختمون داره به چه بزرگی، حواسشون هم هست. حالا این مقبره کوروش مگه الان زیر آبه؟ بله اونا حواسشون هست، ولی احتیاج به کمک امثال ما دارن، برای همین هم الان زیر آب نیسته. تو من چی کار کنم تنهایی با این بچه ها، با اون پدر، با اون پدر بزرگ؟ نمیدم. اینجا جای توپازیه؟ اینجا جای توپازیه؟ بری بالا. چی کار میکنی؟ واسه چی سر بچه های من اینجوری داد میزنی؟ من داد زدم؟ داد زدی اونم با خوشونت؟ تو خودت هم اینجا داد زدی، گفتی به تمرگین. من بله بله، اجازه بده من اولش نهیده گفتم خواهش میکنم عزیز من واسه این چیزا کلاس رفتم واسه تربیت بچه. من لحنم مادرانه بود، تو چی؟ آخه تو توی بچه های من تمام حس بچگی رو کشتی، تو منم تمام شور زندگی رو تو کشتی. من شور زندگی رو در تو کشتم؟ بله تو شور زندگی رو درش کشتی. بله اردشیر خان شور زندگی رو درش کشتم، این شده، اگه نکشته بودم چی میشد؟ پاشو ببین کیه یه آژانس هم واسه من بگی. بله سلام، چطوری؟ بیا تو. دایی پژمان اومده. سلام قهرمانه، خوش اومدید. چی ریخته دو میشو؟ وای توی سد، توی سد، چه سد شناسی عجب شدی؟ دیدی؟ تو چقدر دختر خوششانسی هستی دیگه، چی میخوای؟ ای پژمان واقعا تو نابغه ای. اینجوری هم نیست. تو باید بری تو سیک کار کنی. ادی این چه حرفیه میزنی؟ بیادب. بیادب خودتی؟ مگه سیرک چشه؟ سیرک مال بچه هاست؟ نه خیلی اصلا هم اینطوری نیست، من عاشق سیرکم، اون فوتباله که مال بچه هاست. راجعه فوتبال دارا صحبت کن، دارا صحبت کن. بابا ول کن هدیه، ول کن، بذار یه بار با هم دعوا نکنیم. ببین هدیه جان، ما میخواییم یه عمر کنار هم دیگه زندگی کنیم، این مهمه که چی؟ که کنار هم زندگی کنیم. ببین هدیه جان، ما میخوایم یه عمر کنار همدیگه زندگی کنیم، این مهمه که چی؟
که کنار هم یه عمر بتونیم زندگی کنیم. این مهمه که تو رابطه خوبی با خانواده من داشته باشی. اصلا میخوام ازت خواهش کنم امروز رفتار خوبی با پریسا داشته باشی، بهش احترام بذاری. من که کاری به کارش ندارم. میدونم، برای همین میگم میخوام کاری به کارش داشته باشی. میخوام باهاش با لبخند با محبت رفتار کنی. میخوام این گلی که گرفتی ببری بهش بدی، بغلش کنی، ماچش کنی، از دلش در بیاری یه جوری. کی از دل من در میاره اون وقت؟ اصلا منظور من اینا نیست، منظور من اینا نیست. من میخوام با هم دوست باشید. من میخوام با هم دوست باشید. اصلا دعوای گذشته رو فراموش کنین. ببین پشمان، اون دعوا تقصیر من نبود، پریسا شروعش کرد. هیچ وقت من شروع نمی کنم، همیشه اون دعوا رو شروع میکنه. حالا هر کی شروع کرد، هدیه دیگه فامیلتونه. تو باید به انتخاب برادرت احترام بذاری. آخه برادرم آباد کرده با این انتخابه. بس کن پریسا، اصلا دعوتشون کردیم که این کدورتا رو بذاریم کنار دیگه. بعد حرف نزن آقا معلم، بیا این پلو پزو ببر اونور، برنجا رو برس تو شکم تا بگیره. من نمیدونم، حتما این کارا لازمه. نه پس لازم نیست. دختره بشینه پاشه دهنشو پر کنه خاری کنه میگه خواهر پشمون یه آشپزی بلد نبود بکنه. بله؟ من میگم که تو راست میگی، یعنی که تو باید یه خورده گذشت داشته باشی. همین هدیه خانم هم دختر خوبی هم دیگه. بدی نیستن که، نه خوبه. نه نه، منظورم اینه که آدم سطحی هست ولی تو قلبش چیزی نیست، قلبش پاک. نه تو قلبش چیزی هست نه تو مغزش، اینو یادت باشه. حالا هر چی که هست پریسا، تو اگه برادرت رو دوست داری باید اونو دوست داشته باشی، وگرنه رابطت با برادرت خراب میشه. نمیخواد تو نگران باشی، ما خانواده هستیم که مثل کوه پشت هم دیگه. رابطه من و پشمان به خاطر یه دختر بد قیافه بد اخلاق به هم بخوره. ما بیچاره دیگه اونقدرم بد قیافه نیست. خوشگله؟ نه من میخوام ببینم تو سلیقت اینه خوشگله. من گفتم خوشگله؟ من گفتم که قیافش بد نیست، بعدم هست تازه یه خورده. این ضعف فرهنگی ما ایرانی است، فکر میکنیم هر چشم رنگی قشنگه. اصلا هم اینجوریست، تا یه بچه چشم رنگی تو خیابون میبینیم یه خیاخه، یعنی چی؟ آره واقعا، خاک بر سر من کن. ببین تو دقت نمیکنی، امروز به قیافش دقت کن، یه حالتی از پرنده ها تو صورتشه. اصلا آدم میترسه زیاد نگاش میکنه، لحن حرف زدنش هم خیلی زشته. مثلا یه خانم بعد یکم محکم صحبت کنه. اسم به این قشنگی گذاشتیم رو برادرم. ببین بعدم یاد اینا که مخفف میکنم. دیدی؟ پیشی 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 پریسا، هر چی که هست باید تحملش کنی، حداقل نمیتونی وانمود کن. نمیتونم وانمود کنم، این مشکل من با جهان هستیه که درون و بیرونم یکیه. نمیتونم بهتم بگم، مطلق بگه جوابشو میدم، پررویی کنه پررویی میکنم. ولی سعی خودم میکنم. اون خورشتا رو بده. زود باش، فقط این ظرفاشو جمع کن، دل خوره گرفتم. چشم. دست زن. هدیه بذار همه چی به خوبی و خوشی تموم شه، دست از لجبازیت وردار لطفا. من خواهرتو رو میشناسم. باز که داری حرف خودتو میزنی. یعنی تو میگی من بشینم هرچی خواهرت دلش خواست به من بگه صدام هم در نیاد؟ اگه اون میخواست هرچی دلش خواست به تو بگه که ما رو نهار دعوت نمیکرد خونهش. نهار دعوت کرد که حالمو بگیره. چرا اینجوری فکر میکنی راجع به پریسا؟ پریسا یه ذره زبونش تنده، وگرنه تو دلش هیچی نیست. راست میگی، تو قلبش هیچی نیست. آره دیگه، دل و قلب یکیه. نه منظورم اینه که تو قلبش سنگه. آخه این حرفا رو نزن، بعدن پشیمون میشی ها. پریسا خیلی آدم مهربونیه، دلش اندازه گنجیش که همش تو کارهای خیریه است، کمک به فقرا، کمک به ایتام، کمک به زنان. راجب خواهرم درست صحبت کنی، هیچی بهت نمیگم. بی ادب. با من اینطوری حرف میزنی؟ من الان میگم. نه نه نه، غلط کردم. ببخشید. معذرت میخوام. باشه ببخشیدی. این دو ساعت رو فقط هیچی نگو. بریم پاشیم بیایم بیرون، تموم شو بره. ببخشیدی. باشه غلط کردم. باشه. میوکو. میو. یه دونه دیگه. میو. بریم. بریم. پریسا اومدن، خیالم راحت باشه؟ اومدن؟ واسه چی زنگ در حیاتو زدن؟ چه میدونم، شاید پژمان ماشینشو پایین پارک کرده. نه نه، دختره یه منظوری داشته. نه پریسا، من خواهش میکنم دیگه بهت سفارش نکنم و به اندازه یه نهار خوردن خودتو کنترل کن، نیشو کنایه نزن. باشه؟ باشه آقا معلم، باشه. خب حالا خونسرد باش، لبخند بزن، لبخند. باشه. سلام. خوب هستین؟ بفرمایید. ممنون. خیلی خوش اومدین. چطوری بابا جان؟ خوشتون من ببخشید. پریسا اومدن. خواهشن دیگه لبخند روی خوش. ببین. اینو بگیر. خواهش می‌کنم ازت لبخند. من بگیرم.
هدیه جان اینم با ما حرف زدی. سلام. وای پشمان چقدر این رنگ بهت میاد ماشاءالله. داداشم ماه شده. شما که خودت گلی. واقعا گلی. خوب هستین هدیه خانم؟ ممنون. خوش اومدین خوبی؟ بله بفرمایید. خوش اومدین بفرمایید. خواهش خوش حرف زدی؟ خیلی زیاد. خب بریم فرنوشون نزنیم. خدا به خیلی بگذاریم. مرسی. این گوجه فرنگی کوچیکا رو دیدیم؟ ایاتون باشه قبلا نبود. من نمیدونم اینا یا چجوری وارد زندگی ما شدن. خیلی خوشمزن. واه. آقا بهرام اینو که دیگه همه میدونن. این گوجه فرنگی از همین معمولی هست. فقط قبل از اینکه بزرگ بشن از درخت میچیننشون. درخت نداره گوجه فرنگی. بوته است. نه اینا دارن. پژمان جون بالاخره تیم جدید رو پیدا کردی. بله. اسمش چیه داداش؟ سپاهان. پژمان جون تو که پشت تلفن باید بودی. آقایی آخ سپاهان. پژمان هم گفت سپاهان دیگه. آهان من امروز یه خوره گوشام کیپ شده درست نمیشنوم. با بهرام ببخشی گوشم گرفتم. سپاهان خیلی تیم خوبیه. چند بارم قهرمان شده آقا بهرام. داداش من که جای بد بازی نمی‌کنه. استثنا تو انتخاب تیم سلیقه داره. پژی تو بری اصفهان من بدون تو اینجا چی کار کنم؟ عزیزم هممون دلمون واسه پژی تنگ میشه ولی پژی نمیتونه که کار نکنه. پژی باید بره دنبال کارش تا آیندهش موفق باشه. نه پژی جان. بله. هدیه جان من که اونجا نمیرم بمونم که میرم برمیگردم. از این میرزا قاسمی خوردی؟ چقدر خوشمزه. بخور جان من یه ذره. این داره منو بمیره. کی؟ پریسا. پریسا علی این حرف هاست؟ اصلا من که فکر میکنم داره ادای منو در میاره. حساس نشه. نقل به برادر من میگه بجی روح مامانم تو قبل میلرز. پریسو خواهش از همین زاویه ببین اینه پرنده. پریسو این قبلا پرنده به خاطر من خواهش قبلا پرنده خواهش. از این میرزا قاسمی خوردین که چقدر خوشمزه. چقدر عالی. بکشم برات. خیلی خوشمزه. این میذارم بچه‌ها برات بفرستم. من میکشم. عزیزم من یه عمری براش از کوچیکی غذا کشیدم. قربونت برم عزیزم زحمت میکشم. مشکله قربونم چشات برم خودم میکشم. من میکشم شما تو زحمت نیافتید. میکم آروم باشم. چشم چقدر بکشم؟ تو همون بشقاب بکشم. نبود منو پژی قرار گذاشتیم تا آخر عمر تو یه بشقاب غذا بخوریم. ولی میدونین اصلا کار بهداشتی تو آخر عمر ما قول دادیم. ممکنه یک دون سرما خورده باشیم. اشکالی نداره. شما پرنده ها رو دوست دارین؟ خیلی. چطور؟ ولی من خیلی ازشون بدم میاد. چرا؟ چایشونی که بخورن کم کم بودن میشن میرن. پژمان به من قول داده جا خوش کرده. دیدی واسه اینکه لج منو در رو اونجوری حرف میزنه ها. اصلا یه خانم موقر اون لحن لوس رو بعد داشتی میشه پیشی اصلا با برادر من توی بشقاب غذا میخوری که حس مالکیتش رو ثابت کنه. برادر که من اینقدر براش زحمت کشیدم. پریسا یه خورده تحمل کن. همین کاش یادم انداخته بود قبل از اومدنشون یکم مدیتیشن میکردم. دارم خفه میشم. بمیرم برات. یه خوره تعامل کنی تموم میشه. میرم. آره بابا بریم چای ببریم. بریم بذار آبی جوش بریزم. چه عطری زده. تا همینجاشم خیلی خانومی کردم. این دفعه دخترمتو به رخ من بکشه مثل دفعه پیش چنان بابا ول کن هدیه. این چای رو بخوریم پاشیم بریم تموم شه. بفرمایید اینم چایی. خواهش میکنم. یواش دستشویتون کجا بود؟ بیرون.
این طرفیه بهتر. نه اون خرابه. من درستش کردم. ممنون آقا. تو اینجوری تربیت شدی؟ این بچه بود کارد پنیر رو به کره نمیزد، اینجوری مامانم سخت میگرفت. بعد الان با این دختره توی بشقاب غذا میخوری؟ اصلا این بهداشتیه؟ حریسا جون بابا بیخیال، این دختره همسر آیندمه. این چایی رو ما میخوریم میریم. من فردا مسافرم، خیلی سرم باید برم ساک ببندم. خیلی خوب. خب پس با هم میریم. منم فردا دارم میرم اصفهان. بابا کی میره اصفهان؟ من دارم میرم شیراز که برم فشاپور. دیدین؟ به منم گفته بود فشاپور. نه بابا، سپاهان مال اصفهانه که. بابا من سپاهان نمیرم، دارم میرم لبنیات فشاپوری. صاحب لبنیات این اگه بفهمه من دارم میرم دست سه، ضربه روحی میخوره. فشاپوری دست سه؟ ای بابا، پژمان جمشیدی که جای بدی نمیره. این مالی یه آدم پولداره که صاحب یه لبنیات به نام فشاپوری. ای بس کلی سرمایه پشتشه. آره بابا، اصلا چون تیمه رو تازه خریدن از دست سه شروع کردن، میخوان دو ساله بیان لیگ برتر. وحید میگه امکاناتی که داره تیمای لیگ برتری ندارن، مثلا سالن بدنسازی، استخ، سونا، دارن استادیوم میسازن اختصاصی. خب این خیلی عالیه، من به تبریک میگم. مرسی. تازه من قرار مشاورشون هم بشم، یعنی نقش مشاور رو بازی کنم. میخوایم چند تا بازیکن لیگ برتری خوب اسمی بگیریم، اصلا تیمو داریم خیلی قوی میبندیم. ولی با هم این من واسات متاسفم. اه چرا؟ چون همسر آینده‌ات انقدر درک نداره که شرایطتو بفهمه و تو مجبوری بهش دروغ بگی. این بدبخت هر مشکلی داشت گفته بود منم پذیرفته بودم. این بدبختو با اون مقایسه میکنی؟ بعد من خودم دوست ندارم بهش بگم، وگرنه به اون بگم دست هشتم دارم بازی میکنم براش فرقی نمیکنه، اون پای من میمونه. چقدر عالی، شاعرانه. شاید من اشتباه میگم، راست میگه. الان که اومدش میگم داری میری دست سه. پریسا بس کن، پریسا خواهش میکنم. پریسا، پریسا. خیلی خوب، حالا کجا مونده این دست با چلوفتی؟ یه وقت دیدی گم نشده باشه. گم نمیشه. خدا رو شکر به خیر گذشت. آره خدا رو شکر. ببین یه چند جلسه اینجوری بذاریم همدیگه رو میبینن، عادت میکنن، مشکلات حل میشه. اصلا حله، این خانوما بعضیشون عادت دارن بغل هم دیگه که رد میشن میخوان یه حالی از هم دیگه بگیرن. اینم همینجوری. آره دقیقاً. آخه تنها موندن. نه مهم نیست دیگه، تو این 2 دقیقه دیگه. پژمان تو واسه چی برگشتی به این گفتی که ما غذامونا بیرون گرفتیم؟ دهنلق. منم چی حرفی زدم؟ بهت یه دستی زده. خیلی دهنلقی. حالا اشکالی نداره پریسا جون، منم عین خودت، آشپزیم اصلا خوب نیست. آخه مشکل اینجاست که آشپزی من خیلی هم خوبه، فقط من مثل تو وقت آزاد ندارم که الکی وقت بگذرونم و آشپزی کنم و اینا. خیلی دهن لقی. پژی من اصلا هم دهن لق نیست. بریم پنگول جون. ببخشید اگه پنگولت دهن لق نیست، واسه چی به من گفتی که شما دیپلمم نداری؟ من پژمان، مگه نگفتم کسی نفهمه؟ من اصلا کیم چه داره به یه دستی میزنه؟ اشکال نداره که همه دخترها که زیبا و تحصیل کرده نباید باشن. ولی من دارم درسمو میخونم. خب امیدوارم که امتحاناتو خوب بدی در پایان ترم. من دیگه پامو اینجا نمیذارم. بدیه وایسا. آره خودتو کردی ها، همینو میخواستی تو، همینو میخواستی. این همینو میخواست. بعدم باهات کار دارم. بفرمایید فعلا بفرمایید. حرف نزن. به شعور و آیکیو من ایمان آوردی، بهت گفتم دختر دیپلمم نداره. پریسا بحروم هشوار بوش. آخش اینجام گیر کرده بود، خدا رو شکر جگرم خنک شد. بحرام سری خونه. محترم، دوست عزیز با شما جانم، اینجا جای پارک منه. چرا ننوشته پا؟ نه منظورم اینه وقتی من دارم دنده عقب میام، یعنی اینجا جای منه. تو آیین‌نامه نوشته که کسی دنده عقب اومد جا پارک مال اونه. همیشه که نباید واسه آدم بنویسن، آدم باید خودش. من الان عجله دارم میرم، 2 روز دیگه برمیگردم. انصافا حرفاتم تاثیرگذاره ها، نری جای من برمیگردم. نری یا راستی این لگن رو بخوای بذاری تو پارکینگ، اینو بذار بیرون، سویچت هم بذار روش، برو سفر با خیال راحت، برگرد سوار شو برو خونتون. پارکینگ؟
در اطلاعات پرواز سالن ورودی منتظر فرزند خویش می باشم. از راست برو. من از راست برو. نه دیگه فایده نداره. یعنی چی فایده نداره؟ تو چه میدونی چی فایده داره چی نداره؟ از راست میای، اینجوری میای، دریبل بزنی سان، گل. به همین راحتی. نه وسط بیرفتی بهتره. تو میخوای من فوتبال یاد بدی؟ بهت میگم از راست برو بگو چشم. نمیخوام باز خودمه. یعنی چی نمیخوام؟ بده من ببینم. بده من. وای آقای جمشیدی خودتون هستین؟ بله آقای پژمان جمشیدی رو داریم فوتبالیست معروف. چطور نشناختین؟ دیوونه است. بشین بابا. خول شدی یا این چیه رو چه شده بزن بالا بس بشنسنه. دیوونه شدی بابا. پاشو بریم اینم. اینا چیه بایی؟ پرتقاله. باید بریم بسته بندی کنیم. پرتقال واسه چی؟ ببین حالا با همین دو تا جبه پرتقال چجوری سر میشه فوتبالی تعویض میکنم. با من یه ساعت اینجا علاف تو هم رفتی دنبال پرتقال دیوونه. این چه طرز حرف زدن با مدیر برنامه است؟ مردم مدیر برنامه شون میزنن رو سرشون. بله میزنن رو سرشون. من اینکه نمیذاره یه فسانی بیرون بمونم براشون قرارداد امضا میکنه. بشکنه این دست که نمک نداره. همین الان دارم کجا میبرمت؟ دارم میبرمت وسط قرارداد ببندم دیگه. لبنیات فشاپوری فشاپو. ببخشید رئال مادرید دیستش پر شده بود. اینجا رستوران پیدا نمیشه. شکمم داره قارقور میکنه. وحید ولی من نگرانم. نگران چی؟ نمیدونم. حس میکنم اگه تیم لیگ 3 بازی کنم دیگه عمرن یه تیم لیگ برتری بیاد سراغم. 3 نه و 2. چرا دیگه لیگ برترم حساب کنی میشه لیگ 3 دیگه. لیگ برتر عین طبقه همکف میمونه. حساب نمیشه. آره اینجوری هم بهش نگاه نکرده بودم. حالا ولش کن. مهم اینه که مثل بچه آدم بیای فردا قراردادتو ببندی، فکر بعدم نکنی. منم قول میدم تایفه است بسید یه دونه تیم لیگ برتری توپول پیدا کنم. قول منم که میدونی قوله. قولت که خیلی قوله. مثل پارسال دیگه قول داده بودی سمت راست پرسپولیس برام سند بزنی زدی دیگه. من الان دارم راست پرسپولیس بازی میکنم. آبا من چیکار کنم اینا یه تپ و تپ مدیر عامل و مربی عوض میکنن. تا با یک کمایی میشه یکی دیگر میاره. عید اینا همون قضیه مافیای فوتباله. نمیذارن دیگه من برگردم پرسپولیس. میدونی چرا؟ چون من همیشه نون بازومو خوردم. تن به خواسته هاشون ندادم. ساقمو نفروختم. اگه نه اگه منم مثل خیلی از این بچه‌ها بودم منو تا 10 سال دیگه میتونستم پرسپولیس بازی کنم. امانت دست این مافیا. هر چی میکشیم ما از این مافیا میکشیم. بی مروت ها همه جا هم هستن. بعید من بعضی شبا خوابشون رو میبینم با قیافه های ترسناک و صداهای دورگه و عینک های آفتابی فیک و جلی هم بی خیال بابا دلمون ریشی شد. بریم بار اونو تحویل بدی این کارت پروازمون رو بگیر. آه وحیدی پرتغال ها رو برای چی آوردی بار اضافه؟ تحقیق کردم این مدیر عامل عاشق پرتغاله. دادم از شمال آوردن. میگن پرتغال ببینه پای سوس میشه. خوش بریم. اینا مثل همه تحقیقاتت. خوشو خوش. این دفعه یه پکیج واسه بستم مولا درزش نمیده. با یه سری از بچه‌های مدرسه هم صحبت کردم. به محض اینکه بازی تو شروع کنی تیتر و عکس روزنامه‌شون همش بشه تو. یه چند تا هم عکس رو جلد دوستت می‌بینیم اسم دوباره میفته سر زبونم. تازه این که چیزی نی. یه کاری واسهت کردم اگه بهت بگم خف می‌کنی. چیکار؟ دارم رو عادل کار می‌کنم تا یکی دو ما دیگه دعوتت کنه برنامه 90. با عادل رفیقی؟ گفتم دارم روش کار می‌کنم. آخه این هفته یه مسابقه گذاشته بودن بین بچه‌های گزارشگر و مدیر برنامه‌ها. منم چند بار گذاشتم عادل از سمت من بره. تازه این هفته هم دوباره بازی داریم. می‌خوام بذارم چند تا لایو بهم بزنه. رفاقت صفر. امیدی هست؟ بله. چی فکر کردی؟ تازه همین تیمی که داریم میریم قرارداد ببندیم شانس اول صعوده. صعود کنه همه میگن پژمان تیم رو برد بالا. سال دیگه واسه سر دست میشکنه. وحید من همین دیشب سایت فدراسیون فوتبال چک کردم. تیم تو 16 تا تیم 12ام. دروغ نگو. به هر حال 16ام که نیست. نیمه پر لیوانو ببین داداش. آه. عجب صف مزخرفیه. یه کاری بکن. چیکار کنم صف دیگه؟ بابا ناسلامتی تو پژمان جمشیدی هستی یا؟ زشت پژمان واسه تو صف. یه رخ بدیم بریم جلو. وحید تو که میدونی من دوست ندارم از شهرتم سوء استفاده کنم. جون وحید یه رخ بده. جون وحید همش مجبور میکنه. یه رخ بده. رخ بده. واسه حواسش نیست.
آه داره برمیگرده بگه داره برمیگرده یه لبخند بل بده بسنج یه لبخند بل بده دل به کار نمیدی یا مایه بذار دیگه مایه بذار رخ بده رخ بده دیگه اینجوری نمیشه بذار خودم برم وعید کجا میرونی؟ آه بذار برم یه گوی باش بذارم آه وعید آبرو ریزی نکن وعید وعید وحید وحید ببخشید یه لحظه منو بس آقای پژمان جمشیدی حالا که نزدیک دیدین شناختین دیگه راستش نه به جناب ای بابا مگه میشه آقای جمشیدی از مفاخر ورزشی کشورمون هستن بازی‌های درخشان ملی ایشون تا سال‌های سال تو ذهن مردم باقی میمونه من جان لطف دارم من وظیفه‌مو انجام میدم شکست نفسی نکنید آقای جمشیدی کیه که گل‌های پرشمار ملی شما یادش بره اون گلی که به گرجستان زد و یادتونه اونو نه ولی گل دیگه هم داشتن البته گل ملی همون یه دونه رو داشته ولی گل باشگاهی زیاد داشته آقا باورتون نمیشه این آقای جمشیدی از رخن که میومد بیرون وارد استادیوم که میشو 100,000 نفر با هم دیگه یه صدا میگفتن جمشیدی یوسپلنگ جمشیدی یوسپلنگ صداش میگردن جمشیدی یوسپلنگ نیست که سرعتش زیاد بود بعد کلش هم یه نمون نسبت به تنش کوچیکه برای همین بهش میگفتن یوسپلنگ بله متاسفم ولی من نشناختم به جانایی بود ای بابا امثال آقای جمشیدی رو ما باید قدرشون رو بدونیم کسایی مثل آقای دایی، آقای خداداد عزیزی، آقای جمشیدی اینا کسایی هستند که از زندگی و جوانیشون گذشتن واسه شادی این ملت حالا ممکنه شما آقای جمشیدی رو ندیده باشی ولی بالاخره فوتبال که نگاه میکنی که راستش من زیاد علاقه به فوتبال ندارم بیشتر واترپولو میبینم واترپولو؟ بله مگه نشون میدن؟ آره بابا همه هفته پیش دوتا از بازیکنان تیم ملیشون آرامه آقازاریان و رابطین وسطی اینجا بودن کیا؟ بازیکنان تیم ملی واترپولو نمیشناسی؟ بریم آقای بیا بریم آقا شد ما یه پرواز داشته باشیم سر موقع بپره برای وقت مردم ارزش خواهد چی؟ واترپولو؟ اینو ببین جان من کریم انصاری فرد گفت تیم ما به روند روبروش خود ادامه میداد همچی تیم ما میکنه انگار 10 سال تو پرسپولیسه ما با این سابقه همون یه بار نمیگفتیم تیم ما اصلا اگه میگفتی علی آقا جای 10 بار 16 بار میبردت بالای تپای داوودی بالا بیاری اصلا از اینا مصاحبه نمیگرفتم اون موقع که مثل الان نبود که پول بدی به روزنامه برای مصاحبه یه صفحه ای ازت بزنه ای 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 ای. بعد میگم بابا وعید دارم باهات حرف میزنم و چی گوش میدی ها بده من دارم باهات حرف میزنم رو ساعت ولش کن این آفره وای من اصلا خارجی دوست دارم ولی این رپ خیلی باله اینو برای من بزن رپ چی چیه بابا آموزش زبان انگلیسیه رپ بابا میدونستم چقدر بی جنبه شدم باید شوخی میکنم اصلا دارم من اینو تو برای چی حالا داری گوش میدی؟ واسه اینکه زبانم باید پرفکت باشه پس فردا یه دونه مدیر برنامه بین‌المللی درست حسابی میخوام بشم باید انگلیسی بلد باشم دیگه نمیشه که مثلا شاید فردا مدیر برنامه اینیستا حداقل باید یه 4 تا هلو هاماچ ورار یور بلد باشم دیگه آره منطقیه حتماً سال بعد عین من میبریش لبنیات فشاپوری فشاپور حالا تو مسخره کن 4 روز دیگه که شدم مدیر برنامه بین‌المللی بعد دست و پا میافتی میگی منو بفرست اروپا تو همه پرسپولیس رو برای من درست کن اروپا پیشکش تا یه عمرم ممنونت میشم خیلی ممنون خودم ممنون اوه هدی الو سلام چطوری خوبی؟ خوب نیستم آره آره تو هواپیماییم با وعیدم سلام میرسیم سلامت باشه نه برسم بهت زنگ میزنم برسم اصفهان سریع بهت زنگ میزنم اصفهان؟ آره آره قربونت الو ببینم تو هواپیمام و مردم هم میو
هست. باشه باشه قربونه. باشه باشه تو هم مواظب خودت باش. خدا برای چی گفتی اسوان؟ از توقع داری چی بگم؟ بگم دارم میرم لبنیات فشوبوتا قرارداد ببنده، نامزدیش رو با هم به هم میزنه. پس چی بهش گفتی؟ گفتم دارم میرم سپاهان قرارداد ببنده. سپاهان؟ آره بابا همینم کلی قور زده، زیر استقلال پرسپولیس اصلا قبول نداره. خب پس برای که قرارداد ببندی که میفهمه که آخه نه که بازی های لبنیات فشوبوتا رو نشون میدن، از کجا میفهمه؟ بازی سپاهانه که نشون میدن که. راست میگی. اوه من اصلا از زاویه بهش نگاه نکردم. درستش میکنم، میگم تو روی مربی وایستادم و حتی مثلا درگیری فیزیکی و اینا رو هم اضافه میکنم، میگم با هم لج کرد منو فرستاد تکو. کاری نداره. خیلی کار بدی کردی، اشتباه بزرگی کردی. آخه آدم اول زندگیش دروغ به این بزرگی بزنش میگه. حداقل میگفتی شاهین پوشر که نزدیکتره. سلام خدمت شما مسافرین محترم، از طرف کاپیتان قیاسی و سایر خدمه هواپیما به شما خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم که شرکت ما رو برای پرواز انتخاب کردید. همچنین امیدوارم پرواز آرام و خوبی داشته باشیم و اوقات خوبی رو در مقصد سفرتون سپری کنیم. پیش از اینکه همکارانم نکات ایمنی پرواز رو به شما نشون بدن، میخواستم به اطلاعتون برسونم که ما امروز مفتخریم یکی از چهره‌های محبوب کشورمون که میدونم همتون دوستشون دارین در بین ما هستن. از طرف کاپیتان قیاسی و سایر خدمه پرواز به ایشون خوش آمد میگیم. جناب آقای احمد ایران دوست. اشکال نداره، خوب شد چرا خاموش اومدیم، تابلو نکردیم خودم. دنبال چی میگردی؟ دنبال این سرپرسته قرار بود بیاد دنبالمون. چه شکلیه؟ چه میدونم؟ یه پلاکارد دستش میگه. بیناش. جمعونم رانندهش برسه. سلام. سلام. آقای جمشیدی خوش اومدین. جمشیدی من نیستم، ایشونه. البته پژمان جمشیدی نه پدرام جمشیدی. پدرام نیومده. پدرام نداری، پژمان. واقعا؟ آقا من گفت پدرام جمشیدی ها. آقا سرپرست تیمه؟ نه. آقام رئیس تیمه، سرپرست تیمون. سرپرست تیم تویی؟ تو مگه چند سالته؟ نه، یا 17 یا 18 یا 19، اینا دقیق من نمیدونم، آقام میدونه. ببینید به سلامتی، به سلامتی. چجوری ما رو بخواه ببری؟ با ماشین من خودم میبرم تو. تو؟ گواهینامه داری؟ ها؟ بید چی بریم و بریم. خوش اومدی. میگم شما غیر از من بازیکن اسمی دیگه ای هم برای تیمتون گرفتین آقا. رستم. چی؟ اسمم آقای رستم. میگم برای تیمتون بازیکن اسمی دیگه ای هم گرفتین. آه کریم. باقری؟ نه کریم پسرموی آقا منقدر خوبه همه میشناسن. برای تقویت تیمتون بازیکنی نمیگیری؟ تو آقای جمشیدی آوردین چیکار آوردین تیمو تقویت کنی؟ حالا اگه چند تا بازیکن با تجربه دیگه هم خواستین که هم قیمتی کنار بیان هم وقتشون آزاد باشه من دارم. خب اینا تو دایره من که نیست، تو دایره آقامه. اینا رو با آقام بگو پولمون دست آقامه. نمیخوایم پرتقالا رو بگیری اما بیا داداش. پرتقال ما خودمون اینجا کلی درخت پرتقال داریم. پرتقال هم عید مایه آبروریزی. حالا چرا میزنی این رو؟ من گفتم بیاری. بزن دارو بزن دارو بزن رفت. رانندتون برد ماشینو. چی؟ ماشینتون رو برد. ماشین؟ ماشین که اینجا بفهم. ماشینتون اینه؟ این ماشین تیمه. باش بازی کنم بیاریم این برمون بر. با این؟ گوسفند توش چیکار میکنه؟ گوسفند؟ آه این غذای تیم. ببین اگه فکر کردی من با وانت میام کور خوندی یا تو کنترل کن پیش با خزشت
بابا زشت کدوم مرد حسابی زشت اینه که وانت فرستادن دنبال پژمان جمشیدی. اگه یه فوتبالی منو ببینه چی میگه؟ عمرن تا شاید 500 کیلومتری اینجا یه فوتبالی هم باشه. بعید من اعصاب ندارم ها. پژمان جان، یه لحظه. ببین اینا اتفاقا وضع مالیشون خیلی هم توپه. ولی اینجا شهرستانه، مجبورن اینجوری بگردن. میان تو چشم. بعید من عمرن با وانت نمیام. ببین دقیقه است. میریم اونجا سریع امضا میکنیم تموم. وحید من 5 دقیقه هم نمیام. این تن بمیره 2 دقیقه اصلا میریم میرسیم. این تن. وحید این بار آخره به حرف گوش میدم. ایول. این کیه؟ تو کی هستی؟ این عزیزم. پاش در دیگه بردونش دکتر آوردنش. پس ما کجا بشینیم؟ اولین بار تو زندگیم نگران آیندم شدم. آیندگان از شما یه جوری یاد میکنه که انگار شما اصلا توی پیشرفت فوتبال ایران مثلا دست داشتی. به آیندت فکر کن، به پرسپولیس، به تیم ملی. شما با این مهارتتون خیلی زود فوتبال کنار گذاشتید. امان از این مافیای فوتبال. آقای رئیس راستی این پسر الان اینجاست. امروز فی چنده؟ از همین لحظه اعلام میکنم که این برنامه 90 رو کلن تحریم کردن. آقا پژمان خارجیشو نگاه 11. این لیگای پایینم خوب پول دارن. برش بود مبارک. میخوایم بزنیم یه کنم الان نمیشه. بخواه آقا جمشیدی. آخره قسمه